سپاس از باشندگان شمرغان مرکز ولایت جوزجان که در سیلاب ها گیربانده بودند از سوی نیره های ارتش نجات داده شدند و به بخش های عمل انتقال داده شدند فرمانده کندک اول لوای قل اردو سر سلنوه شاهین میگوید که این افراد کمک های اولیت چون مواد خوراکی و پوشاکی نیاز دارند آقای امان الله شریفی عضو شورای ولایتی جوزجان با ما هستند. آقای شریفی سلام بر شما سپاسگزاری میکنیم از حضور شما در تونانی آقای شریفی در آغاز جزئیات بیشتر از جوزجان با ما در میان بگذارید که خسارات ها چگونه است و چی میگذره در این مورد. سلام عرض ادب دارم بر شما, بر شما, با تمام بر شما. تلوزین و تمام های تلویزیون طلوع و کارمندان تلویزیون. قسمی که شما در جریان هستین یک هفته میشه روز به روز تلفات افزایش پیدا میکنه چند روز قبل که در برنامه تون دعوت بودم 500 فامیل 100 فیصد خراب شده و تخریب شده و فامیلاش امروز 800 رسیده 300 فامیل دیگه افزایش پیدا کرده تقریبا 1000 فامیل نسبتا تخریب شده و به مرکز ولسوالیا یا مرکز شهر انتقال پیدا کردن اما تا حال را اونا جای مناسب انتقال شده اما برای خوردن نان ندارن برای نوشیدن آب ندارن جای مناسب ندارن مردم اگر به این گونه حکومت مرکزی توجه نکنه یک فاجعه انسانی رخ میده و که از انتحار و انفجار و از قحطی اینا بگذره خب مناطقی که با سیلاب رو شدن کدام مناطق است و کسانی که بیجا شدن و کسانی که جانای خود را از دست دادن شما را هم چی انداز است؟ اکثرا در اولسوری فیض آباد است قریه ششخانه ترکمنیا و وزیراره کوگلداش است اینجا صد فیصد تقریب شد تقریبا 800 فامیل خانه هایشان را از دست دادن تنها اونا تونستن خودشان را نجات بدن دیگر 1000 فامیل در خود مرکز ولایت جوزجان شهر شبرغان است در قریجات دوردست بودن اونا به مرکز حال انتقال داده شد یک هزار فامیل اونا مال آمدن در مرکز جابجا جا شدن اما اونا قسمی که مای رمضان است جای دیگه ندارن اما بر قهو مقاره شد جابجا شدن خب کسانی که بجا شدن و خسارات را که وارد کرده آقای شریفی چگونه است یعنی خانه اینا ویران شده از زمینایشان قریشون چگونه است در این زمین یعنی بیشتر بگوین تقریبا 15000 جریب زمین زراعتی را از بین برده هیچ کشت و گندم و جو و چیزا بود از بین رفته و اینجا دهقانین خیلی متضرر شدن واقعا دیگه کسایی که مثلا ولسوالی فیض آباد بوده قریه شیخخانه ترکمنی و وزیر و کوگلداش اونها امروز هم بر من تماس گرفتن در یک مکتب هستن فعلا فمل فق مل م مشل فمل م ول ته م ملي مو وو بس ن اث متباجا ن ا ن دا ا حتی در ماه رمضان نمیدونم که وضعیتشان چگونه است واقعا ای ای اگر حکومت مرکزی ای ای توجه جدی نکنه که ما امروز ملاقات داشتیم با بعض وزیر صاحبا ای را پیشنهاد کردیم ما بخصوص از خود رئیس جمهور تقاضا می است قبل از اینکه حادثه رخ بده یک فاجعه انسانی توجه جدی بکنن یک حیاتی را از مرکز انتخاب بکنن برن, برن بررسی بکنن این جوهایی که در ولایت جوزجان است تا حال را هیچ بعضی جای را حتی بررسی نکدن برای ما تماس بگیرن می میگن ما هر روز صدا میکشیم اما خون میخوریم کسی از ما اول نمیگیرن آقای شریفی کسانی که در مرکز ولایت جوزجان در شبرغان گیری مانده بودن اینا چگون است وضعیتشون خب اونا را کماندان امنیت رئیس های امنیت با تیاره هلیکوپتر به مرکز شهر انتقال دادن اونا را به خانه های اقارب و نزدیکانشان جابجا کردند. اونا قدر اونا متضرر هستند اما صد نیست قسمی هستند اما در ولسوالی فیض آباد صد فامیل هیچ چیز تونستن اونا انتقال بتن حتی اونا حال جای مناسب هم ندارن آقای شریفی کمک هایی که صورت گرفته چرا بسندن؟ شما تماس داشتن با مقامات محلی چی پاسخ دادن؟ بدون شک کمک اولی یعنی غذا پخته میکنن با 400 فامیل غذا پخته کردن پلا و چیز پخته میکنن نان میبرن و آب میبرن میتن اما او چه وقت با هشت فامیل بسنده نیست و چهار فامیل تاییم میکنن یعنی نان یک نفر چهار نفر دو نفر یک جا میخورن در ماه رمزان قسمی که میپومین اینجا هوا خوب است اولایت جوزان آب و هوا به قدر گرمی است که به حد اندازه امروز هم یک طفل چی شدن شهید شدن آقای شریفی در یک بخش دیگه شما در بحث گذاشتم اینجا به من گفتین که رفتن با وزارت حوادث دیدین و گفتین که خود والی شما با شما در کابل بودن همکاریایی که از مرکز با شما شد به کجا رسید تا را امروز هم با دو تن از وزیر سایبا ملاقات کردیم با وزیر و حوادث اما روزی که آمدیم رفتیم با ایشان تماس گرفتیم و تا حال را اما چیز عملی بر ما نشده وعده کردن باز فردا ما وقت گرفتیم یک بار بریم که همون وعده هایی که کمیسیون که جور میکنیم گفته بود مواد اولی روان میکنیم گفته بود یک مقدار را به اونجا زنگ زدن بر ریاست ها اما چیزایی که در دست داشتن و سیف سیف فامیل خیمه توزیع کردن اما از مرکز تا را چیزی بر نرسیده پس حالا چی باید حداقل بخ... که مرکز توجه لازم نکرده و در ولایت هم این گونه یک مشکل است از کجا کار شروع شود ولایت چی کرده میتونه در قدم اول اینجا ما خو حکومت ها که خو ما میدانیم تا امروز هم بر ما رسیدگی نکرده از تاجرای ملی بخصوص که از خود ولایت جوزان است از بلخ است فاریاب است از تمام افغانستان اصلا حکومت معامی حکومت ضعف است که ضعفیت خود داره تا حال را نتونسته غیر از این در دیگه مناطق افغانستان هم رسیدگی بکنه من خواهش ما از تاجرای ملی هستن لطفا این روز بعدی که در سر ما آمده به سر ملایت جوزان آمده و مردم جوزان امروز دست ما را بگیرن بیاین حداقل ماه رمضان است اما کسایی که کل چیزشون از دست دادن زکات هم بتن در میشه هر خیراتی که میتنند در کمک بکنن حداقل اونا از فاجعه انسانی اما قای شریفی خودت به عنوان از شورای ولایت جان. فکر میکنی که حکمت معلی جان توانایی کمک کردن به اینا داره اگر بخواه؟ تا حال را امو مواد اولی که از طرف حکومت معلی شده کرده رایستن یعنی امو را میتونستند بکنن از این بیشتر فکر نکنم اگه این داما پیدا بکنه حکومت محلی از اودیش برامده نمیتونه پس حکومت مرکزی مسئولیتش فعلا چیست؟ حکومت مرکزی مسئولیت چی است که با والی هم بچینن و یک مقدار مواد اولیه را بگیرن خیمه و لباس پوشا خوراک بگیرن و روان بکنن و یک کمیسون خودشان کمیسون روان کنن کمیسون توضیح بکنن همونجا اگر این کار نشه پیامدش چیست چی میشه پیامدش فاجعه انسانی رخ میده دیگه هیچ چیز نیست اما قسمی که در تمام افغانستان مشکلات هست و مردم کشت و کشتار انتحار و انفجار است در ولایت و نامی فاجعه انسانی رخ می و ایره هیچ کس لوش گرفته نمی تونه سپاسگزار هستم آقای شریفی و شورای ولایتی جوزان از حضور شما در این بحث